سال 1350 یعنی زمانی که 17 ساله بودم در بزرگترین مرکز آموزش زبان انگلیسی اون زمان مشغول به تدریس شدم. سال بعد از اون وارد دانشگاه شدم و همزمان با تحصیل آمار و تدریس زبان انگلیسی در موسسات و سازمان‌های مختلف از جمله رادیو تلویزیون ترجمه‌رم شروع کردم. ترجمه که من اون زمان می کردم، بیشتر در زمینه آمار و احتمالات و ریاضیات و فلسفه و منطق بود تا اینکه سال 1360 به عنوان مترجم و مسئول نشریه اخبار اقتصادی رویترز انتخاب شدم اینجا یه در دنیای جدیدی به روی من باز شد و بعد از اون همزمان با تدریس در دانشگاه مختلف و و انسوها ترجمه شده و جز لایند فک زندگی من سال 1372 به عنوان دویرکل انجمن مترجمان ایران انتخاب شدم اینجا بود که من به مشکلات و کاستی های ترجمه اعم از مکتوب و شفاهی در کشورمون پی بردم در حد حق و یقین وقتی ارز میکنم در حد حق و یقین بینید مراحل آگاهی ما از یک پدیده سه تاست. یا علم الیقین است بعد عین الیقین و حق الیقین فرض کنید من شنیدم که پدیده به اسم آتش هست خب شنیدم فقط این علم است یه وقت میبینم که چیزی سرخ و زرد شعله میکشه میگم این چیه میگن این آتشه میشه عین الیقین ولی وقتی حرارتش رو حس کردم و سوختم میشه حق الیقین من اینجا مشکلاتمون رو در این حد فهمیدم و یک سوالی اینجا ذهن منو واقعا مشغول کرده بود و آزار میداد در حدی که روانشناسا بهش میگن ابسشن موربید ابسشن یک در واقع وسواس کشنده و اون سوال این بود که چرا آثار بزرگان ما رو باید خارجی ها ترجمه کنند جوابش خیلی ساده است برای اینکه سخته برای اینکه کار هر کسی نیست در ایران وقتی که صحبت از ترجمه پیش میاد آنچه به ذهن متبادر میشه اینه که لزوما زبان مبدع یک زبان بیگانه است و زبان مقصد فارسی است عکس این رو کسی فکر نمیکنه ببینید من صحبتم راجع به یه مقاله و اینا نیستا. صحبت من راجع به اون آثار فاخر کلاسیک مونه اون کار آسونی نیست گفتم خب چرا اینطوره پس یه کسی بالاخره باید این یخ رو بشکنه ضمن اینکه بزرگانی مثل دکتر حسین عمومی مثل استاد فریدون مشیری، استاد محمد حقوقی و بزرگان دیگه با شناختی که از من داشتن و لطفی که من داشتن میگفتن رزوان این کار توه و تو بعد این کار رو بکنی میتونی این در واقع کوراژ رو به من میدادن و من فکر کردم خب به هر حال شروع میکنیم به راه بادی رفتن به هز نشستن باطل وگر مراد نیابن به قدر وصف کوشم حالا تلاشمونو میکنیم دیگه اینجا باید من یک خدازمایی صادقانه می‌کردم که ببینم مثلا من در این اندازه هستم برای این کار اول رفتم معروف ترین ترجمه ای که از آثار کلاسیک ما به انگلیسی هست رو گرفتم و اون ترجمه ربایات خیام به زبان انگلیسی توسط فیشرالد. برای بار چندمین رو گرفتم و با دقت بیشتری خوندم دیدم ضمن این که انگلیسی بسیار فاخری است ولی اصل فیدلیتی یعنی امانت در ترجمه به هیچ وجه رعایت نشده یعنی اگر شما یک خیام شناس فهلو یک انگلیسیدان دان مبرز باشید و این دو مجموعه رو بذارید جلوتون انگلیسی شو و فارسی شو محال بتونید یک تناظر یک به یک بین عناصر این دو مجموعه برقرار کنید یعنی بگید این ترجمه اینه این ترجمه اینه این ترجمه هیچ کدوم نیست ضمن که اندیشه خیامی است این آقای فیتزرالد اومده اندیشه خیام رو که از کارپدیم سیز دی دم قنیمتی اینو به زیبایی درک کرده و اومده از چند تا ربایی از هر کدوم یه تیکه ورداشته سر هم کرده شده یه ربایی اندیشه خیامی است ولی خیام اینو نگفته ما همیشه یک انالوجی که به کار میبرم در این زمینه اینه میگم فرض بفرمایید شما ده تا بنز رو بگیرید اوراق کنید از هر کدوم یه تیکه بردارید اینا رو اسمبل کنید میشه یه بنز جد یه ماشین تمام اجزاش بنزیه ولی بنزین رو نساخته دقیقا این به این حالته ولی به هر حال دستش درد نکنه به قول خود انگلیس ها میگن The only impeccable writers are those who never wrote املای نانوشته اشتباه نداره غلط نداره بعد من به خودم گفتم خب رزوانی گر تو بهتر میزنی بستم بزن اینجا باید فکر میکردم خب من چی رو میخوام حالا ترجمه کنم فکر کردم خیام به حال ترجمه شده حضرت مولانا را تحت عنوان رومی میشناسند حافظ همینطور اما اون قله رفیع ادبیات ما رو یعنی حضرت سعدی رو اونطور که باید نمیشناسن یا آسمان شعر را گویندگان شرق و غرب اختر خرد و بزرگ هستند و سعدی آفتاب دیدم این آفتاب منیر رو کسی نمیشناسه اونطور که باید گفتم ما ببرم سراغ سعدی اما سعدی که یکی دوتا اثر نداره گلستان، بوستان، قزلیات، ملمات، طیبات و و و, و. خب من اینجا میرم سراغ گلستان چرا؟ برای اینکه فرنگی ها فکر میکنن که ادبیات ما فقط ادبیات منظومه شعره ما ادبیات منصور نداریم ما داستان نداریم داستانک نداریم در حالی که سعدی گلستان پر از ایناست حتی در حد حت منمالزم گفتم خب من میرم گلستان رو ترجمه میکنم اینجا برای شروع رفتم یکی دو تا از ترجمه های قبلی که شده بود رو گرفتم یکی ترجمه است که دیویس سال پیش شده یه انگلیسی کرده به اسم جیمز راس و یه چل سال بعدم یه مجار به اسم ادوارد رو هاتسک. دومی یه ترجمه ای از متوسط بسیار پایین تره که در واقع این ترجمه قبلی رو داشته یه دستکاریایی کرده که بگه مال خودمه خرابشم کرده ولی اولیه اون انگلیسی انگلیسی خوبی میدونسته من کمتر از 8 سال پیش بود در دانشگاه برکلی سخنرانی داشتم هم دانشگاه برکلی یو بی سی با آیوا مصاحبه داشتم دانشگاه مختلف راجع به موضوع زیاد صحبت کردم و توی دانشگاه برکلی کسانی که نشسته بودند، یکیش رابرت هاس بود پویت لوریت امریکا در واقع ملک و شوهرای امریکا و برندا هیلمن رئیس انجمن شوهرای امریکا و خیلی دیگه وقتی که من اینو گفتم که انگلیسی انگلیسیش خوب بود خندیدن خندی گفتن انگلیسی انگلیسیش خوب بود گفتم خب نه هر که آینه سازد سکندری داند بل. بعد بعد خلاصه این آقا رو دیدم خیلی خوبه یعنی این انگلیسیش خوبه اما اشکالاتی داره تمام عرایز بنده اصلش از اینجا شروع میشه که اشکالات این خارجی ها چیه تو ترجمه ما یک متن رو غلط میفهمند متن رو غلط فهمیدند در دیباچه گلستان خداوند میفرماید من از بسیاری دعا بنده همین شرم دارم یعنی خدا خودش رو بدهکار میدونه خدا میگه بنده ای من من تو رو تو شرمندم تو چرا این دعا و کنی تا من جواب تو بدم این اومده جوری ترجمه کرده که خدا گفته من از داشتن این بنده شرمندم اصلا کاملا عوض شده بعد بلا میگه کرم بین و لطف خداوندگار گناه بنده کرده است و او شرمسار بالاخره کی شر... خدا شرمسار خدا بدهکار یا طلبکاره این حالت سینوسی چیه که این وسط یا اینکه ترس کردم اشتباه میفهمن مثلا در جایی هست میگه پیرمردی زناز مینالید پیرمرد تو حالت احتضار بوده داشته میمرده پیرزن صندلش هم مالید صندل چوب صندل بوده چوبی است به اسم صندل که اینو با گلاب آغشته میکردن به جای دردناک میمالیدن مثل پوماد چون مخبت شده اعتدال مزاج نه عظیمت اثر کند نه علاج عظیمت اینجا یعنی اوراد ورد بالا سر کسی که میخواست بمیره میشستن ورد میخوندن آیاتی از قرآن میخوندن چند سال پیش یک استاد دانشگاه هاروارد به اسم تاکستن اومده ترجمه کرده صندل رو چوب دمپایی ترجمه کرده یعنی پیرمرده داشته میمرده زنش اومده دمپاییش رو میمالیده یا اونجا عظیمت رو اومده از ما اراده ترجمه کرده determination اصلا مسخره ببینید اینا اشکالاته یکی دیگه اشکالاتی که اینا دارند با هم نویسه هاست homographs آنچه که ما بهش میگیم در واقع جناس تام در جای حضرت سعدی سراحتا داره از پسر حضرت نوح صحبت میکنه به اسم کنان میگه چو کنعان را طبیعت بی هنر بود پیامبرزادگی قدرش نیافزود اصلا داره میگه برزاده. اون آقا اومده ترجمه کرده سرزمین کنعان آخه چجوری شخص رو سرزمین فهمیدی و اگر اینو سرزمین ترجمه کردی خب تا سریا ها کج رفته ترجمه دیگه پس اینم اینه مشکل دیگه ای که اینا دارن با هم اینا با اون جناس های ناقصه هترونیمز در انگلیسی میگه واجه که یکسان نوشته میشن دو جور خونده میشن گه صحبتم ناله قمری شنو از طرف چمن تا فراموش کنی فتنه دور قمری 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 این جناس ناقصه در گلستان داریم گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم معلم صفته یعنی رنگین و منقوش این اومده معلم ترجمه کرد اصلا چی فهمیده از یا در جا اصلا اونجایی که فرهنگ مطرحه فرهنگ اومده وسط به هیچ وجه نفهمیدن مثلا میگه گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم به گفتم من گلی ناچیز بودم ولی کم مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم هستم تمام اصل این شعر بر اساس همنشینی گل و گله و تأثیری که میتونیم از مصاحب بگیریم گل از گل این آقای دانشگاه هاروارد استاد دانشگاه هاروارد اصلا چون نمیتونسته تصور کنه که جایی سرشون رو به گل میشورن این اومده اینو گل ترجمه کرده روز خب پس اصلا داستان اصلا کلا همه عوض شد پس اصلا فرهنگ رو نفهمید صناعات ادبی آرایه های ادبی سج و غافیه و اینا به هیچ وجه ترجمه نشده و منده ارزم اینه یه بار توی یونسکو که سخن رو نمی کردم ارز کردم که کسی که میخواد گلستان رو ترجمه کنه و یا این آثار فاخر کلاسیک ما رو دو تا چیز دیگه علاوه بر داستانهای زبان باید بدونه یک موسیقی باید بداند و یکی ریاضی موسیقی برای اینکه کلام اینا ملودیس کلام اینا موسیقایی است اصلا سعدی اصلا نه که میخونی موسیقیه نوته و یکی اینکه که عرض کردم باید شما ریاضی بدونی منظورم مادل و دیفرانسیل و انتگرال اینا نیست نه ذهن موسیقی باید ریاضی داشته باشی کلام سعدی پر است از توازی و تقارن و تناسب باید اینا رو ببینی حالا یه مثالم از حضرت حافظ میزنم ببینید میگه بر سر آنم که گرزه دست برایت دست به کاری زنم که قصه سرایت ببین یه سر اینجاست یه سر اینجا یه دست اینجا یه دست اینجا محور تقارن رو بکش این رو هم اوغلب میکنن. اگر اینا رو نتونی برگردونی جفا کردی اگر اون موسیقی رو برنگردونی جفا کردی اون ترجمه ترجمه درست نیست ایناست که میگم باشه ده سال طول کشید این کاری که من کردم طرف پرسیدن چطور ده سال گفتم به این دلایل ده سال که میبینید به. اینه که واقعا باید به این شکل باشه حالا برای اینکه ببینیم آیا واقعا این عرایزی که ما دارم آیا اینا انجام شده یا نه یه چند تاشو خدمتون تقدیم میکنم یه بزرگی دیدم من در کوه ساری قناعت کرده از دنیا به قاری چرا گفتم به شهرندر نیایی که باری بندی از دل برگشایی به گفت آنجا پری رویان نقصم؟ In the mountains I witnessed a man, holy and grave, Of all the earthly pleasures contented with a cave. Why, I said, wouldst thou not for the city depart, So thou couldst relax the bonds of thy heart? There dwell fairy-faced sweethearts, he did rumble, Where there is too much mud even elephants will stumble. تو که می‌بینید هم امانت رایت شده هم قافیه. با. سجع اون هم به همین سختی است. چه بسا سخت ها. سم میگه یار شاطر بار خاطر که با درس کردم لسم assistance burdensome grievances و حتی من یه بار یونسکا عرض کردم که من اینا رو عمود بر هم میبینم گفتن عمود یعنی چی؟ گفتن بعضی از حروف عمودی هن مثل ال، مثل بی، مثل لسم اسیستنز بردنسم گریونز گفتن من اینا رو دوتا نوات درجه میبینم من دقیقا وقتی اینا رو می میکردم این اشکال هندسی تو ذهنم بود که این زیبایی ها چون سعدی معمار واجه هاست واقعا و بعد اینا رو برگردونیم ارز کردم که موسیقی کلام برای اینکه موسیقی رو ببینیم به چه ترتیب برگردون شده یا نه میگه در آن فوان جوانی چنان که افتاد و دانی ارز کردم بنده in the prime of my youth as it happens and you know forsooth ببینید محمل موسیقایش همونه ضمن اینکه فیدلیتی رعایت شده یا مثال دیگری از اون سجش خدمتون بگم میگه ایشون میفرماد که تو را که خانه نین است بازی نین است تو را که خانه نین است از جنس نیه بازی نین است من درس کردم You whose house is made of reed should not engage in such a deed You whose house is made of reed should not engage in such a deed یا باز برای اینکه به اون موسیقیش رایت شده یا نه شو میفرماد نشاید بنی آدم خاکزاد که در سر کند کبر و تندی و باد تو را با چنین گرمی و سرکشی نپندارم از خاکی از آتشی It's not becoming the children of Adam made of dust harbor in their heads arrogance, wrath, and lust. I reckon with such obstinacy and desire, thou art not made of dust, but fire. ببینید من یه مستری درست کردم خودم به اسم مستر قافوندن یعنی زورکی که قاف... قافیه جور کنیم ما قافوندیم. از تو خودش در اومد مهم اینه که از درون خود اون بیاد بیرون